آیا اینطوری که در گزارش هم گفته شد اعدام 4 نفر به اتهام جاسوسی برای موساد بلافاصله بعد از کشته شدن رضی موسوی یکی از فرماندهان رد بالای سپاه قدس رو میشه به حساب تلاش جمهوری اسلامی به فشار تندروهای داخلی برای گرفتن انتقام گذاشت؟ خب همه شواهد و قرائن نشان دهنده این هست که گویا جمهوری اسلامی به اصطلاح دست به انتقام سخت زده. اما انتقام سخت از کی؟ انتقام سخت از اسرائیلی که رضی موسوی رو کشته، به همونطور که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل اعلام کرده، تایید کرده دست کم دو عملیات در خاک ایران در زمان نخست وزیری او انجام شده، یکی حمله به یک مرکز پهپادی و ترور یک فرماندهی دیگه سپاه. خب آیا این انتقام سخت از اسرائیل بوده؟ خیر، انتقام سخت جمهوری اسلامی مثل همیشه از شهروندان بیدفاع و بیگناه ایرانی بوده. در واقع میبینیم که به جای اینکه پاسخ اسرائیل رو بده که دست به کشتن فرماندهان سپاه میزنه، مثل موارد قبلی میاد از شهروندان ایرانی انتقام میگیره و این مسبوق به سابقه است. در پرونده و سابقه جمهوری اسلامی نمونه های متعددی میشه از این نوع انتقام گیری ها پیدا کرد، مثل شلیک به هواپیمای مسافربری در واقع در سال 98، یا زمانی که در واقع عبدالملک گیرده و جندالله عملیاتی رو انجام دادن. در همون زمان هم مثلا دیدیم که جمهوری اسلامی چند زندانی بلوچ رو که از مدت‌ها پیش در زندان بودن و مطلقاً نمی‌توانستن ارتباطی با اون عملیات داشته باشن، اینها رو در واقع به انتقام کش. در واقع جمهوری اسلامی مثل یک باند مافیایی، یک باند تبهکاری اقدام میکنه که اگر از نگاه اون مخالفانش، رقیبانش، دشمنانش دست به اقدام میزنند، البته در داخل کشور از شهروندان بی دفاع، اون وقت میاد مثل یک گروه تبهکار دست به انتقام گیری میزنه و عده‌ای رو در واقع به قتل میرسونه. آقای برزگر، احکام اعدام این 4 نفر مثل اکثر زندانیان با اتهامات امنیتی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاه انقلاب صادر شده و هیچ وجاهت قانونی هم میدونیم که نداره. آیا میشه انتظاری بیش از محکوم کردن این اعدام‌ها از جامعه بین‌الملل داشت؟ بله، ببینید، واقعا یک نکته که باید روی اون تاکید داشته باشیم این هستش که آنچه که داره صورت میگیره امروز یا در ماهای گذشته در این در واقع سیر سعودی اعدام ها که از روز از همون نخستین لحظه تشکیل جمهوری اسلامی شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده و سیر سعودی هم داشته، در واقع اینها اعدام نیستن، اینها قتل های حکومتی هستن. به هر حال، حالا چه ما مخالف مجازات اعدام باشیم چه نباشیم، ولی به هر حال در قوانین مختلفی مجازات اعدام در نظر گرفته شده. اما بعد از طی مراحل قانونی در جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق میفته درست برعکس این هست. روال قانونی طی نمیشه، آیین دادرسی طی نمیشه، در واقع به قانونی در واقع وجود نداره، این یک نوع قتل و کشتن هستش. جامعه جهانی باید این رو به نظر من به این نتیجه برسه که مسئله جمهوری اسلامی فقط اعدام نیست، مشکل جمهوری اسلامی فقط نقض حقوق بشر در داخل ایران نیست، بلکه در سراسر جهان داره به عنوان یک عنصر مخرب عمل میکنه و جامعه جهانی باید متحد بشه برای اینکه با کلیت جمهوری اسلامی در واقع مقابله بکنه.